یک کشور برای تغییر و پیشرفت قبل از هر چیزی به مدیری کاربلد و لایق و متعهد نیاز داره. دبی همچین مدیری داره. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم به معمار دبی نوین معروفه. توی این ویدیو 5 تا از برنامه‌هایی که حاکم دبی برای آینده داره و اینکه تا کجا میخواد دبی رو پیش ببره میپردازیم. اطلاعات این ویدیو فوق‌العاده است. تا آخرش بمون شگفت زده میشی. سلام گرون‌ترینا، پر انرژی، بریم برای این ویدیو. شماره 5، اصلاحات عمده در دولت امارات. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم متولد 15 ژوئیه 1949 دبی و حاکم امارت دبی و از قبیله آل بوفلاس است. از 4 سالگی مدرسه رو شروع کرده و بعد از دبیرستان پدرش محمد رو برای اینکه آماده ورود به حکومت بشه برای تحصیل به انگلستان فرستاده. در کمبریج به مدرسه رفته و تحصیلاتش رو به عنوان دانش آموز برتر مشترک المنافع تموم کرده. عاشق شکار و سوارکاریه. قهرمان استقامت جهان در مسابقات قهرمانی فدراسیون بین المللی سوارکاریه. شیخ محمد شاعرم هست و طرفدار هنر. 5 بار ازدواج کرده که حاصلش 10 پسر و 16 دختره. سال 2006 شیخ محمد اصلاحات عمده‌ای در دولت انجام داده که اولین اونها استراتژی دولت فدرال بوده. جمله معروفی داره خطاب به مسئولین عرب که میگه اگه تغییر نکنید تغییرتان خواهند داد. در راستای اون نخستین انتخابات کشوری در سال 2015 برگزار میشه که نیمی از اعضای شورای ملی فدرال رو مردم و نیم دیگر رو خود حاکمان هر امارت تعیین میکردن. شماره 4، در آوریل 2007 شیخ محمد از راهبرد دولت امارات متحده عربی رو نمایی کرد که در اون حاکمیت به سمت عملگرایی سوق داده میشه. طبق این حکم دبی به یک مقصد جهانی در زمینه گردشگری و کسب و کار تبدیل میشد. اون مدرسه حکومتداری محمد ابن راشد رو تأسیس کرد که یک مؤسسه دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه سیاست‌گذاری دولتی و مدیریته. این مؤسسه مدام همایش‌های سیاسی و کنفرانس‌های بین‌المللی برگزار می‌کنه. رشته کارشناسی ارشد سیاست دولتی و مدیریت و آموزش اجرایی برای مقامات ارشد و مدیران اجرایی داره. شماره 3، طبق این طرح هر مسئول و حاکمی که عملکردش رو ارتقا بده و طبق استانداردهای جهانی پیش بره جایزه عملکرد دریافت میکنه. این برنامه رو برای همه سازمانهای دولتی اجباری کردن. عین ایران، نه؟ دلایل پیشرفتشون کم کم داره مشخص میشه. میبینی؟ شماره 2، طرح دبی 2040 و مؤسسه زنان دبی. این طرح در سال 2021 مطرح شده که طرح توسعه جامعه شهریه و هدفش هموار کردن راه توسعه اقتصادی و مسکونی در شهره. میخوان ساحل رو افزایش بدن و قسمت عمده دبی رو به مناطق حفاظت شده طبیعی تبدیل کنن. چون پیش بینی میکنن جمعیت دبی تا اون زمان زیاد بشه، میخوان کارهای لازم رو براش انجام بدن و دبی رو برای سرمایه گذاران جذاب تر کنن. شیخ محمد میدونه که بدون حضور زنان در سمت‌های رهبری قطعاً به پیشرفت لازم دست پیدا نمی‌کنن. بنابراین مؤسسه زنان دبی رو تأسیس کرده تا به خانم‌ها مهارت حرفه‌ای یاد بدن و برابری جنسیتی رو در محل کار فراهم کنن. مدیریت این مؤسسه هم با دخترش شیخ مناله. این اطلاعات تا الان چطور بود؟ شیخ محمد تو رو یاد امیر کبیر نمیندازه؟ بریم برای شماره 1 که دلیل همه این تغییراته. طرح 100 سالگی امارات متحده عربی در سال 2071. سال 2017 شیخ محمد یک طرح 50 ساله دولتی رو با این عنوان اعلام کرد که امارات متحده عربی تا سال 2071 باید بهترین کشور دنیا باشه. این طرح روی آموزش، اقتصاد، توسعه حکومتی و سازگاری اجتماعی تمرکز داره. اجرای راهبرد هوش مصنوعی نخستین بخش این طرح بود که از 2018 اجرایی شد. مأموریت امید هم برنامه‌ریزی برای سفر به مریخ بود که سال 2020
انجامش دادن. شرکت‌های دبی ورلد و هلدینگ دبی هم در همین راستا فعالیت خودشون رو شروع کردن که باعث رشد بسیاری از کسب و کارها شدن و دارایی‌های اقتصادی دبی رو افزایش دادن. شرکت دبی ورلد سرمایه گذاری تجاری در آمریکا و انگلستان و آفریقای جنوبی داره که عاملی مهم در رشد سریع اقتصادی دبی. هلدینگ دبی هم در زمینه هتلداری، پارک‌های تجاری و املاک و مستغلات و ارتباطات بین‌المللیه. از طرح‌های دیگه برای تولد 100 سالگی دبی، راه اندازی هواپیمایی امارات و توسعه فرودگاه بین‌المللی دبی و فرودگاه بین‌المللی آل مکتومه. بورس طلا و کالای دبی DGCX اولین بازار بورس خاورمیانه است و تحت حاکمیت دولت اقدام دیگه این طرح بود. فلای دبی رو هم که نخستین هواپیمای ارزون قیمت بود تأسیسش کردن با هدف سفر بیشتر گردشگران و سرمایه گذاران به دبی و تا سال 2019 طی 10 سال 70 میلیون مسافر رو جابجا کرده. برنامه شهر صنعتی دبی هم در همین راستا بود و به طور مرتب دولت در این بخش سرمایه گذاری خودش رو داره افزایش میده. طرح آوردن کارگران که در ویدیوی حقایق پنهان دبی بهش پرداختم به همین برنامه مربوطه. ویدیوشو بالا برات میذارم، حتما ببین. طرح بنادر جهانی دبی که امروز از بزرگترین بنادر دریایی جهانه و 77 پایانه رو در 6 کشور اداره میکنه و 80% درآمدش از حمل و نقل کانتینریه یکی دیگه از این برنامه هاست. طرح آسمان باز که خطوط هوایی امارات رو به یکی از خطوط هوایی پیشرو در جهان تبدیل کرده به همین خاطره. دیپی ورلد که باعث ادغام بنادر دبی شد و دیگه توی دبی بندر خودگردان وجود نداره و امروزه از بزرگترین اپراتورهای ترمینال دریایی جهانه و 60 پایانه در سراسر 6 قاره جهان داره، باز هم در همین راستاست. ساخت برج العرب، جزایر نخل و برج خلیفه به علاوه طرح شهر اینترنت و شهر رسانه دبی و فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از هنر و سیاست درهای باز، ذهن‌های باز و کارهای خیریه و برنامه‌های ورزشی و غیره و غیره و غیره باعث شده که شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم خودش به ثروت 14 میلیارد دلاری برسه و هم در کنار بقیه اعضا و دولت که تربیت شدن برای پیشرفت دبی، دبی دبی بشه. اگه تا اینجا پا به پای من اومدی دیگه وقتشه سابسکرایب کنی و زنگولرم بزنی که ویدیوهام که آپلود شد زودتر از همه ببینی. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.